من یه سوال میکنم بعد تو برو سر، من سوال زیاد دارم ولی سوال لایف چت بعد از این بپرس. من سوالم اینه که توی ببینید توی الان محیطی که ما هستیم، ما اگه میخوایم همه رو متحد بکنیم نه به جمهوری اسلامی و اینا، بزرگترین ترسی که برای کسایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن ولی از این که میترسن که اگه خب بدون جمهوری اسلامی حتی این که بعدم باشه ولی ممکنه ایران تجزیه بشه، به نظر شما میرین الان اگه نگاه کنیم اکثر مردم ایران به نظر میرسه که سکولار دموکراسی رو میخواد، خب ولی وقتی که میرسیم به فدرالیسم یه چیزیه که اتفاقا خیلی ها میگن که این بهونه تجدید طلبیه. آیا شما به نظرتون نمیرسه ما برای اینکه اصلا بتونیم به جایی برسیم که سکولار دموکراسی داشته باشیم، چیزی رو که انقدر مردم الان میترسونه از این که، یعنی خیلی اصلا میگن که جمهوری اسلامی از طرز تجزیه طلبی مردم استفاده میکنه که حتی کسایی که جمهوری اسلامی رو دوست ندارن و بگه که خب شما اینجوری میشه اگه جمهوری اسلامی بره، ما نگاه کنه اینا اصلا میالا دارن کشورتون رو تیکه تیکه میکنن. خب چیزی که مثل فدرالیست این همه مردم رو به فکر یادش یعنی به فکر این میکنه که خب این بهونه تجزیه طلبیه، آیا شما فکر نمیکنین از استراتژیکلی این چیزی نباید باشه که ما الان پیشنهاد میکنیم، باید فوکسمون باشه روی همون سکولار دموکراسی، چیزی که این حتی شیعه ها هم متحد کرده؟ میدونم چی میفرمایید، این سوال رو فکر کنم 1,000,000 بار شنیدم، ولی مشکل به درک از دموکراسی و فلسفه دموکراسی برمیگرده. ببینید شما در چندین بحث گذشته مرتباً این رو تذکر دادین، یادآوری شدین که نباید قومیت و قوم و نمیدونم مسائل زبانی و اینا مطرح باشه. من میگم کسی که دموکراسی رو دقیق امروزی بر اساس دموکراسی مدرن رو لحاظ بکنه و اینو درک کرده باشه، هیچ موقع نمیگه که نباید قومیت باشه. اصلا این در ذات دموکراسیه. یعنی شما، من میدونم خیلی ها میگن سکولار دموکراسی، جمهوری سکولار دموکرات، ولی در اون جمهوری سکولار دموکراتی که کرد جایگاه خودشو نداره، ترک جایگاه خودشو نداره، عرب جایگاه خودشو نداره، سنی جایگاه خودشو نداره، آتئیست جایگاه خودشو نداره، LGBTQI جایگاه خودشو نداره، این دیگه دموکراسی نیست که. این مونوکراسیه، این تکسالاریه، حالا این پارسی سالاریه، نمیدونم یا نمیدونم شیعه سالاریه یا یه همچین چیزیه. دموکراسی در ذات خودش، فلسفه دموکراسی این تکثر رو همراه داره. حالا کسی که همون قدم اول این تکثر رو قبول نمیکنه، رد میکنه، چه اعتمادی باید بهش بشه که بعدن که به قدرت رسید این تکثر رو رعایت بکنه؟ پس اتفاقا برخلاف این تصوری که عامه هست و کم هم نیست ها، من میدونم این، یعنی خیلی ها اینجوری فکر میکنن، خیلی از به ویژه مرکزگرایان، مرکزیان، اونایی که به هر حال این درد اتنیکی رو با خودشون ندارن، مثل ما مردها که درد زنان رو درک نمیکنیم چون زن نیستیم دیگه. اگر کسی میخواد در رابطه با آینده ایران کاری بکنه، من در بحث هام اینو اشاره کردم، دلیل فدرال شدن ایران ابدا کرد بودن من نیست. یعنی فکر کنید تنها و تنها دلیل فدرال شدن ایران کرد بودن منه، نه، دلیل فدرال شدن ایران دقیقاً خود دموکراسی است. یعنی به دلیل اینکه دموکراسی در فلسفهش، در تعریف مدرنش، در ماهیت وجودیش احترام به تکثره، تکثرگرایی است، قبول این تکثره، قبول این تفاوته، قبول این کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و قشقایی و لور و بادین و بیدینه، پس این نمیتونه مانع باشه برای اتحاد. اگر کسی فکر میکنه کرد بودن من یا پافشاری من بر کرد بودن من مانعی برای اتحاد، این تقصیر من نیست، تقصیر درک ضعیف ایشون از دموکراسی است. این یک موضوع. موضوع دیگر هم اینه که بالاخره شما نیروی منو لازم داریم یا نه؟ نیروی کرد و ترک و در چندین مثال دوره که اعتراضاتی که در ایران به وجود اومده دیدیم سراسری نشده. مثلا سال 88 رو در نظر بگیریم، چرا فقط در مرکز بود؟ چرا حاشیه با مرکز؟ در صورتی که تقلب در حاشیه هم اتفاق افتاده بود. به دلیل اینکه در اون برنامه سیاسی، خوب دقت بفرمایید، در اون برنامه سیاسی که آقای موسوی اعلام کرده بود جایگاهی برای کردها قائل نبود.
جایگاهی برای این تنوع و تکثر حقیقی و تاریخی قائل نبود. به خاطر همین هم از این تکثر در حاشیه با این مرکز همراه نشد. پس راه اتحاد درک و قبول این تفاوت تا بلوچستان هم با تهران، آذربایجان هم با اصفهان یکی بشن. و این نکته آخرم این که ببینید، این وقتی که من خودمو تعریف، اولا باید این حق رو قائل بدیم که دیگه خودش رو تعریف بکنه. من نمیام شما رو تعریف بکنم. شما وقتی که میگین من بی خدا هستم، تموم شد. من قبول میکنم که شما بی خدا هستید، ولی این به این معنا نیست که من بی خدا شدم. شما بی خدا این، تموم شد، نقطه سر خط. شما به عنوان یک بی خدا نظم من رسمیت دارین، شناخته شده هستید. من بی خدا نیشم یا نیستم، این یه فرق دیگه. وقتی که طرف خودشو کرد تعریف میکنه، ترک تعریف میکنه، عرب تعریف میکنه، شما به عنوان یک انسان، نه حتما یک ایرانی، به عنوان یک انسان موظفی این تعریف رو قبول بکنی. طرف میگه من کردم، تموم شد. بعد میای مثلا میخوای جواب بدین، شما رو نمیگم چون اینا رو شنیدم، چون میشنوم به خاطر این دایره. طرف میاد مثلا میخواد بیاد یه شگرد بزنه، میگه آه همه انسانی. کی گفته همه انسان نیستیم؟ همه انسانیم. سوئیسیا هم همه انسانن، ولی چرا یک نظام فدرالی بر اساس 4 زبان اونجا هست؟ بلژیکی هم همه یک زبانن، کانادایی هم ببخشید همه انسانن. ولی میبینیم دموکراسی در نوع پیشرفتش در بریتانیا این حق تعیین سرنوشت رو به اسکاتلندی ها میده که حتی جدا بشن، به کبکی ها میده. اما چون دموکراسی در اسپانیا ریشش زیاد قدیمی نیست و زیاد نهادینه نشده، ببین کاتالونیا چه بلایی رو سرش میاره، یا در عراق. پس بس با اینجا سر اینه که در چارچوب به نام ایران، در چارچوب جغرافیایی به نام ایران برابر حقوق باشیم. برای این برابر حقوقی، من میدونم شما هم این برابر حقوقی رو قبول دارین، قانون باید کروکی خودش رو، کروکی این قانون، این حقوق رو بتونه بکشه. قانون وقتی که میگیم همه انسانیم، پس اون انسان کرد چگونه باید درس بخونه؟ اون انسان کرد از چه رسانه‌ای باید استفاده بکنه و با چه زبانی استفاده بکنه؟ تمام این حقوق، حقوقی که در منشور حقوق بشر و کنوانسیون‌هاش اومده، دستگاه میخواد، دپارتمان میخواد، اداره میخواد، وزارتخانه میخواد، مجلس میخواد. اینجاست که اون تقسیم قدرت یا اون شیر رول در مسئله ایران سر پیدا. ببخشید ولی شما یه جوری صحبت میکنین انگار که مثلا ما اگه بگیم یه کسی که بیاد با فدرالیسم مشکل داشته باشه، انگار که داره با حق تعیین سرنوشت این مردم قومای مختلف و قبول نداره. شما آیا فکر میکنین که یه نفر، فرض کن یه نفر حتی به شکل کلکتیو بیاد قبول بکنه که قومای مختلف باید حق تعیین سرنوشت داشته باشن، این ولی آیا شما وقتی یه نفر با فدرالیسم مشکل داشته باشه، شما یه جور صحبت میکنین که انگار کسی که با فدرالیسم مشکل داشته باشه، این قوما رو حق تعیین سرنوشتشون رو قبول نداره؟ آیا فدرالیسم تنها راهیه که ما میتونیم حقوق این قومای مختلف رو ما بهشون بدیم؟ آیا مثالای دیگه وجود نداره که ما بتونیم قدرت رو از دولت به مردم بدیم و حتی به قومای مختلف، حتی به شکل کلکتیو هم اگه بخوایم بدیم؟ آیا فدرالیسم تنها راهشه؟ چون بعضیا فکر میکنن شما فدرالیسم رو به عنوان تنها راه پیشنهاد میکنن به خاطر اینکه بهونه است برای یه چیز دیگه. نظر شما چیه؟ ببینید، این صحبت الان شما بسیار بسیار دقیق و سازنده است. یعنی واقعا خوشحال شدم که این بحث رو کردید. وقتی که شما معتقد به حق تعیین سرنوشت هستین، پس همین دیگه بحث. اولا حق تعیین سرنوشت حتما در جدایی از ایران نیست، یعنی در شکل‌های مختلفه. شما وقتی که بر فرض مثال می‌خواین در رابطه با تغییر چه میدونم واحد پولی ایران از ریال به نمیدونم حالا دلار یا هر چیز دیگه، وقتی که یه رفراندوم می‌ذاری، یه بخش از تعیین سرنوشت، یعنی حق تعیین سرنوشت اینجوری نیست که حتما باید برای استقلال از ایران یا در این شکل و فرم. شما موافق حق تعیین سرنوشت برای کردها هستید. خب حق تعیین سرنوشت کردها یعنی اینکه کردها باید بتونن این اجازه رو داشته باشن در مورد خودشون تصمیم بگیرن که چیکار میخوان بکنن. خب منم دارم همینو میگم. این نکته که خیلی مهمه. نکته سوم این که فکر میکنین که فدرالیسم چی هست؟ فدرالیزم تعریفش بد القا شده و داره ترویج میشه. فدرالیزم دقیقا این حق تعیین سرنوشت یا دادن خودمختاری به این متفاوت ها در چارچوب ایرانه.
یعنی همون حق تعیین سرنوشت در چارچوب ایرانه. فدرالیزم شیر رول سلف رول، اگر کسی دیگه ای اومد به شما گفت که فدرالیزم یک چیز دیگه ای هست، دو حالت بیشتر نداره، یا فدرالیزم رو نفهمیده یا مخالف حقوق منه، من کرده. وگرنه فدرالیزم غیر شیر رول سلف رول چیز دیگه ای نیست. حالا سوال من اینه آقای نوابی، شما مخالف شیر رول سلف رول هستین؟ نه، ولی شما همونجوری که خودتون گفتین یک کشوری مثل فرانسه تونسته بدون فدرالیسم این سکولار دموکراسی و این حقوق حق تعیین سرنوشت مردم رو بده. پس شما خودتون گفتین کشوری ما 25 تا کشور فدرالیست بیشتر نداریم، ولی کشور سکولار دموکرات بیشتر از 25 داریم. معنیش اینه که پس من نمیدونم راهش چیه، ولی کشورهای مختلف دیگه حتما تونستن راههایی پیدا کنن که سکولار دموکراسی رو و حق تعیین سرنوشت رو به همه مردمشون بدن بدون فدرالیسم. ببینید، بین فرانسه و ایران تفاوت هست، بین فرانسه و ایران، همچنان که بین آمریکا و کانادا تفاوت هست، همچنان که بین آلمان یک زبانه و سوئیس چهار زبانه تفاوت هست. این یه نمیشه فرمول دموکراتیزاسیون فرانسه رو کپی کرد در ایران، همچنان که نمیشه فرمول فدرالیزاسیون سوئیس رو در ایران کپی کرد. من ابدا مخالف کپی کردن و تقلید در زمینه ساختار سیاسی از یک کشور به ایران هستم. این یک. دو، تفاوتی که در مورد فدرالیسم، بله الان بریتانیا محتوای به صورت محتوایی کاملا فدرالی اداره میشه. ببینید ویلز، اسکاتلند، ایرلند شمالی و انگلند، اینا 4 تا هستن، 4 منطقه هستن، پارلمان خودشونو دارن، پارتی خودشون دارن، دولت خودشونو، لوکال خودشونو دارن خودشونو اداره میکنن، ولی در یک واحد متحد به نام یونایتد کینگدم هستن. اما اونجا فدرالی نوشته نشده که این نظام، این کشور، این یونایتد کینگدم، بریتانیا بر اساس نظام فدرالی. آفریقای جنوبی 11 زبان رسمی داره، به لحاظ محتوایی پرفکت 100% فدرالیه، ولی در قانون اساسیش نوشته نشده که این نظام فدرالیه. این یه بحث جداست. میشه با همدیگه در مجلس مؤسسان توافق کرد که اسم فدرالی نیاد، ولی نمیشه از محتوا گذشت. ببخشید من فقط اسمو نگفتم، من کلا کشورایی که فدرالیست هستن، حالا چه به اسم چه به طور تکنیکلی، خب من خب. میگم بازم ولی منم نگفتم، ببخشید منم نگفتم کپی بکنیم. خب من گفتم که نمیگم که باید مثل فرانسه باشیم یا مثل این کشور باشیم، من گفتم که ما چون نمونه داریم که کشورهایی هستن که فدرالیست نیستن ولی سکولار دموکراسی هم دارن، پس معنیش اینه که ما حداقل میتونیم بگیم که امکان داره یک کشور بتونه سکولار دموکراسی باشه. شما یک سوال منو جواب بدین، یک کشور سکولار دموکرات دارای تکثر همچون ایران برای من مثال بزنید که مثل فرانسه اداره بشه. خب ما اصلا مسئله ایران که اصلا نداریم، ایران فقط ایرانه. پس تموم شد. چلا. خب نه، منم نمیگم کپی بکن، منم که نمیگم کپی بکنی، من میگم که خب شما بگیم مثلا ویژگیه که، خب بگین ایران چه ویژگی داره که نمیتونه مثل کشوری مثل فرانسه که تونسته سکولار دموکراسی به مردم بده بدون اینکه فدرالیست باشه، ایران چه ویژگی داره که باعث میشه که هیچ وقت نتونه این کارو بکنه، نتونه سکولار دموکراسی بده بدون فدرالیسم؟ اینو داشتم عرض میکردم. ببینید اتفاقا فرانسه الان در پا گذاشته توی مسیری که ساختار سیاسیشو یک ریفورمی توش ایجاد بکنه. خب تا حالا الان... من آیندهشو نمیگم، تا حالاشو میگم. همین دیگه. خب نه دیگه، حالا و آینده و گذشته همه به هم وصلن. خب در جهان هیچ نمونه‌ای وجود نداره که ما بتونیم سکولار دموکراسی نام ببریم. البته سکولار دموکراسی باشه، حالا مثلا ترکیه هم میگه خود منم سکولار دموکراتم دیگه، ولی واقعا نیست دیگه، حالا کار نداریم. ولی یک نمونه واقعی سکولار دموکرات در دنیا وجود نداره که تکثر داشته باشه به مانند ایران، مثل بلژیک، مثل سوئیس، مثل کانادا، هند، آفریقای جنوبی، ولی یک نظام تک زبانه و تک محوری داشته باشه، اصلا وجود نداره. پس هر این اجازه بدین ما این مبنا را قبول بکنیم، هر کشوری که به سکولار دموکراسی معتقده و دارای تکثره حتما باید غیر متمرکز باشه، حتما باید غیر متمرکز باشه. این باید و اینجا من با تأکید میگم. اما اینکه
فرماسیون نهاییش، شکل نهاییش، حد و حدود اون تقسیم اختیارات و اسمش چگونه باشه، بله بنده دارم عرض میکنم یک کشوری داریم به اسم آفریقای جنوبی مثل بریتانیا، اینا محتوایین فدرالی اداره میشن ولی فدرال هم نیستن به معنای رسمی، اما شما اگر منظورتون اینه که در ایران فقط بیایم بگیم آقا ما سکولار دموکرات هستیم و سکولار دموکراسی هستیم، فقط یک زبان به نام زبان فرانسه یا فارسی وجود داره، فقط نه این نمیشه، این دیگه اونجا تو ایران ما دچار مشکل میشیم. در ایران ما زبانهای رسمی گوناگونی داریم، در ایران ادیان گوناگونی داریم، در ایران جغرافیاهای فرهنگی تاریخی گوناگونی داریم که این نمونهش در فرانسه نیست. الان تو فرانسه نیست، الان چند درصد فرانسه مسلمونه؟ از مسلمونا مهاجرن، مسلمونا مهاجرن. ما نه در فرانسه نه نه نه، یعنی مهاجر کسایی که فرانسه سیتیزن فرانسه هن اصلا. نه چند درصد اینا نسل مهاجرن از خارج از فرانسه اومدن تو فرانسه، الان تو فرانسه زندگی میکنن. مهم الان این مسلمان هم تمام حقوق فردی و شهروندی خودشو داره، اگرچه فرانسوی اصل نیست، اگرچه مهاجر. من دیشب یا پریشب بود یک نمونه ای رو شنیدم از یکی از دوستان، گویا در یک پارتی که چون به هر حال در فرانسه لایسیته است دیگه، یک نظام لایک برقراره، یه عده مسلمان تو اون شهر زندگی میکنن، یه پارتی است که مجسمه مریم اونجا، حضرت مریم به حساب اونجا است، اینا شکایت کردن شهردار این مجسمه رو برداشته به خاطر اینکه این مجسمه یک نماد مذهبی است و با مذهب این عده مسلمان در اون شهر توانی داره. منم همینو دارم میگم، شما توی کشور سکولار دموکرات حتی اگه فدرالیست هم نباشه، شما توی محلتون اگه مجسمه باشه که دوست نداشته باشین، لازم نیست فدرالیست باشین که بتونین یه نامه بدین شکایت بکنین به شهردارتون یه مجسمه رو برداره. این چه ربطی با فدرالیسم داره؟ شما فرض کنین ما توی کشور غیر ایرانی که غیر فدرالیسته یک محله درست کردیم برای بیخدایان، اینا اومدن یک چیز تابلوی علی گذاشتن یا حسین همونجا گذاشتن، ما میایم به شهردار میگیم که این چیه گذاشتی اینجا، محله بیخدایان، ما اینا رو دوست نداریم. فدرالیسم لازم نیست، ما میایم شکایت میکنیم، شهردار هم میگیم که اگه نه بر نداری رای به ما بیخدایان تهران دیگه به رای نمیدیم، میان برشون میدارن. فدرالیسم لازم نه رای شما دارین. ببین اشتباه میدونین کجا اشتباه، اینا شما از یک دیدگاه ذهنی دارین صحبت میکنین که منم با شما موافقم که آقا در یک شهری که انواع دین دارن زندگی میکنن نباید تفوق و برتری به یک دین داده بشه از طریق حالا گذاشتن این مجسمه یا مثلا آویزان کردن صلیب بر مثلا دیوار یک کلاسی و الی آخر. این یک دیدگاهه، بله من موافق این هستم، ولی فدرالیزم به تقسیم و توزیع قدرت داره اشاره میکنه، نه به این بخش معنوی یا معرفتی یا محتوایی که شما بهش اشاره میکنید. فدرالیزم میگه که تقسیم در سراسر ایران در بین این گونه ها چگونه باید تقسیم و توزیع بشه، نه اینکه در اون شهری که احتمال داره 20% مسلمان 80% همون بازم همون توی یک کشور سکولار دموکرات، خب توی یک توی کردستان حتی فدرالیست هم نباشه، اگه یک چیزی تو شهرشون، مردم توی شهر کردنشینه توی ایران یه چیزی تو شهرشون باشه، از شهردارشون راضی نباشن، خب اینا میتونن بیان به شهردارشون شکایت کنن، رأی هم دیگه بهش ندن. لازم نیست که فدرالیست باشه که به شهردار رو از کار بیکار کنن. نه 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 نه، اصلا فدرالیزم ربط به اون منطقه نداره، ربط به سراسر ایران داره. من دارم عرض میکنم بله در اون شهر... همین میگم. نه ببین، در اون شهر شما بی خدا هستیم، من حالا فرض کنیم با خدا هستم، مثلا من نه من مثال شما رو دارم میزنم، من میگم این چیزایی که شما میگین میخواین حل بشه، من دارم تصور میکنم، من میگم که توی کشور غیر فدرالیستی هم خب این مشکلاتی که شما میگین چیز که مشکل یه جوری دیگه از یه جنسی دیگه از. الان عرض میکنم من و شما اینجا هم نظر هستیم که به عنوان دو شهروند چون برابر حقوق هستیم در یک شهر در یک آبادی زندگی میکنیم، وقتی که چیزی به هر حال مخالف میل باور من در اون شهر از طرف شما دیده میشه یا شما از طرف من میبینید، شما هر دو تا میتونید به شهرداری یا اون دادگاه مراجعه بکنید و باید
این حقوق برابر در رابطه با هر دو تامون لحاظ بشه. این یه بحث دیگه است. این بحث حقوق شهروندیه. ما داریم در مورد حقوق کلکتیو صحبت میکنیم. در ایران فدرالیسم به تقسیم قدرت در سطح ایران توجه داره، نه به اون نکاتی مثاله شما. آخه برای همین منم موندم که شما مثالایی که میزنید، من مثالای شما رو دارم استفاده میکنم. خب پس شما مثالایی که دارین میزنین ربطی با خودتون الان دارین میگین که این ربطی با اون حقوقای کلکتیو نداره. خب این شهروندی، اون حقوق شهروندی که شما میفرمایین در شهر زیر یک نظام سکولار دموکرات میشه حلش کرد، ولی مسئله کرد، مسئله ترک، مسئله عرب، مسئله ترکمن، مسئله لور رو در سطح ایران نمیشه با این سکولار دموکراسی حلش کرد. خب اون پس اون مثالا رو اگه پس اون مثالا رو پس شما زدین که آخه شما خب من اجازه بدید من یه بار دیگه بگم. نه میدونم شما از دموکراسی منطبق بر سکولاریسم فردگراست، شهروند محوره. شما اینجا واحدتون فرده در سطح خب ایران. بله میدونم. شما یه مثال بیاین بزنین، یک مثال بیاین بزنین درباره حقوق مثلا مردم کرد توی ایران. خب که توی کشوری که مثلا سکولار دموکراته ولی فدرالیست نیست حل نمیشه، ولی توی کشوری که سکولار دموکرات هست و فدرالیست هست یه حقوقشون یک مثال خیلی خاص بزنین که بگین نگاه کنین این یه چیزیه که مردم کرد میخواستن ولی چون فدرالیست نبود نتونستن بگیرن، ولی تو کشوری سکولار دموکراتی که فدرالیست نبود نتونستم بگیرم، ولی اگه فدرالیست بود میگیرم. یه مثال خیلی خاص بزنید. نمونش ترکیه است. نمونش خیلی ساده ترکیه است. ترکیه خودش رو سکولار دموکرات میدونه دیگه. نه 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 نه. من فیک ببینید. نه نه نه. کشور دیگه یه مثال نزنید. شما نه 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 بابا. نه بزنید ولی ترکیه من کشور خب کره شمالی هم میگه دموکرات هست. من واقعی دموکرات من میگم یه کشوری که واقعا سکولار دموکراته. من می‌خواستم اینو از شما بشنوم. ایران من میخواستم همینو از شما بشنوم. بنده دارم عرض میکنم در هیچ جای جهان در یک کشور متکثری خب. اگر دموکراسی واقعی باشه به هیچ عنوان به هیچ عنوان به هیچ عنوان نمیتونه خب. عدم تمرکز را بذاریم. من یه تعریف کشوری بکنم که من میگم سکولار دموکراته. خب یه کشوری رو ما داریم که دولت فقط ببخشید سوالات لایکت هم خیلی زیاده. آخرین سالمه. یک کشوری رو ما در نظر داشته باشیم خب که انتخابات واقعی داره. خب مردم یعنی کسی همه کسی هر کسی میتونه بیاد کاندید بشه و کسی هم جلوشون نمیگیره، رأی مردم هم درست شمرده میشه و واقعا هم کسایی که مردم انتخاب میکنن میان رپرزنتشن میکنن، یعنی دموکراسی هست. سکولاریسم به این شکل هست که واقعا دولت دین و به عنوان حکومت استفاده نمیکنه و مردم هم تا وقتی که حقوق کسی دیگه رو نگیرن آزادن که بیان هم دینشون رو یا نداشتن دینشون رو یا دینی که دارن رو بیان هر جور دلشون میخواد یعنی دعا کنن، نماز بخونن، مسجدهای خصوصی خودشون رو برن. دولت هیچ کاری نداره. تا وقتی که با کسی حقوق کسی رو نمیگیری دولت میاد میگه من به دین شما، به دین هیچ کسی یا به نداشتن دین هیچ کسی هیچ کاری ندارم. یعنی از این لحاظ سکولاره و از اون لحاظ هم دموکراته. خب فدرالیست هم نیست. مردم هم حق آزادی عقیده دارن، حق آزادی بیان دارن، همه اینا رو دارن. خب توی این کشور، توی ایران، مثلا فرض کنیم ایران آینده که این شکلیه خب که فدرالیست نیست، یک مردم کردستان مثلا چی میخوان و گیرشون نمیاد که توی کشور فدرالیست گیرشون میاد؟ یه مثال خاص توی این شد. من سوال شما رو کاملا فهمیدم. مشکل اینه که شما اون ایدهتون رو پراکتیزه نمی کنید در میدان. یعنی الان من میخوام اون ایده شما رو پراکتیزش بکنم ببینیم کجا به مشکل برمیخوره. من فکر میکنم اگه اشتباه میکنم فوری بهم بگو که من تصحیحش بگم. من فکر میکنم که آرمین نوابی به حق تعیین سرنوشت معتقده. من فکر میکنم که آرمین نوابی با دین کردها هر دینی که دارن هیچ مشکلی نداره. من فکر میکنم آرمین نوابی با اجرا کردن بفرمایید ببخشید با دینش مشکل دارم، ولی با اینکه حقشونه که چه دینی داشته باشن مشکل ندارم. منظورم همینه. شما
اصلا مخالف اون دین هستین، ولی اینی که اونا اون دینو دارین برای حق خودش حقش. آره. شما با ویژگی های فرهنگی آداب و رسوم کردها هیچ مشکلی ندارین، یعنی منظورم هیچ مشکلی اینه که آقا آزادن این میتونن. حالا سوال من از شما اینه، برای تحقق این حقوق ما یه ارگان میخواییم یا نه؟ یک ارگان، بله میتونین یه ارگان بگیرین، لازم نیستم فدرالیست باشین که بتونین این ارگان رو بگیرین. اجازه بده قدم به قدم بریم جلو. ما یه ارگان میخواییم که این حقوق رو مسبب بکنه، پراکتیزه بکنه، امکاناتش رو تهیه بکنه، فلان اینا. اون ارگان اسمش پارلمانه، با اجازه شما. لازم نیست پارلمان باشه، میتونه مثلا ما تو آمریکا یه چیز داریم مثلا BLM داریم، ما میتو داریم. اسمشو بذارین مجمع، اسمشو بذار انجمن، اسمشو بذارم BLM، اسمشو بذار BLM، مهم نیست اصلا، اسمشو ولش کن محتواش. اون ارگان لازمه که بیاد با توجه به ویژگی های این منطقه حقوق فردی و کلکتیو این منطقه رو لحاظ بکنه. درست. و اون ارگانی که اسمش، حالا شما میگین هرچی هست، من میگم پارلمان، یه دستگاه اجرایی میخواد یا نه؟ یه بازوی اجرایی میخواد یا نه؟ خب میخواد دیگه، درسته؟ درسته، ولی هر چیزی که دستگاه اجرایی لازم داره لازم نیست بیاد پارلمان بشه، دولت تو دولت. نه پارلمان تمومش کردیم، میگیم یک پارلمان، یک این مردم من باید نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن بیان اینجا در رابطه با نیازها و ضرورتها و حساب عقاید و چی میدونم همه ایناشون فکر بکنن، یه قانونی بنویسن دیگه، یه قانونی، یه قاعده، یک مجموعه اصول رو باید بنویسن، بگن آقا ما بر اساس این اصول در این منطقه زندگی خواهیم کرد، درسته؟ حالا این اصول هم مطلق نیستن، میشه رفرم کرد، اصلاح کرد، کمز کرد، زیاد کرد، یکی رو برداشت، یکی دیگه رو آورد، با همه این ملاحظات. بله ببینید شما برای درسته، ولی شما برای هر مشکلی توی کشور میتونین یه همچین نهادهای درست کنین. شما میتونین درباره محیط زیست ما برای هر مشکل لحظه‌ای که نمیام این پارلمان درست نه کنی. ببینید منظورم اینه که مثلا شما ببینید شما لازم نیست شکل حکومت رو عوض بکنین، من که دارین یه گروه تشکیل میدین که نداریم ما... عوضش بکنیم، ما میخوایم فعلا میریم شکل رو تعیین بکنیم، فعلا که شکلی نداریم که من منظورم اینه که این گروه هایی که مثلا روی دولت میان فشار میارن که یه سری کاری رو درست انجام ندن، این ربطی با شکل دولت نداره. ما میتونیم یه نهادهایی داشته تا یه حدی ربط داره. ببینین اگر شکل حکومت هرمی باشه، نیازها و خواسته ها و اون اتفاقات و مواردی که پیش میان خیلی سخت به اون بالا میرسه و تا اونجا جواب داده بشه طرف اونجا مرده، یا مثلا اون دیگه مسئله اصلا کلنم یکون شده. ولی اگر دیسنترالایز بشه ساختار قدرت، هرم قدرت، چون اون لوکال خودش زودتر میبینه و با مسئله مواجهه، پس زودتر هم میتونه واکنش نشون بده. ولی ما در رابطه با اتفاقات مثلا اومدن سیل یا نمیدونم اینا که نمیخوام صحبت بکنیم، ما داریم در رابطه با یک سری مواردی صحبت میکنیم که تاریخی، فرهنگ، ویژگی های فرهنگی اجتماعی تاریخی هستن، یعنی وجود دارن. خب این چیزی که شما میخواین و ما حتی اگه فدرالیست نداشته باشیم بالاخره شهردار و استاندار و اینا رو داریم. من داشتم دف یاد میگرفتم یه زمانی، کتاب استادم گفت برو اون کتابو بگیر، رفتم کتابو گرفتم ورق اولو زدم، راستش هیچی نفهمیدم، هر چی سعی میکردم نفهمیدم. رفتم پیش استادم گفتم راستش من اینو نفهمیدم، گفت آقا از اول از آخر ورق بزن، رفتم آخر رو نگاه کردم، دیدم خیلی آسونه، من دارم اینو از آخر میام که این روشن بشه که آقا این فدرالیزم لولو خورخوره نیست. این فدرالیزم وقتی که ما قبول داریم که کرد وجود داره، کرد دارای ویژگی های فرهنگی اجتماعی تاریخی خودش هست، با فارس متفاوته، در زبان متفاوته، در موسیقی متفاوته، در غذا فرهنگ غذایش متفاوته، اعتقادات دینیش متفاوته، آب و هواش متفاوته، پس ما باید برای اداره این منطقه با توجه به شرایط اون منطقه یه سازوکار مخصوص در نظر بگیریم. اینو کی این کارو میکنه؟ نمایندگان اون منطقه در یک مجمعی، در یک شورای، در یک پارلمانی میشینن، کلیات اصول اداری مدیریتی این منطقه رو می نویستن. این یک. دو، این برای اینکه این اصول اجرا بشه
یه دستگاه اجرایی نیاز داریم، یه بازوی اجرایی نیاز داریم که بهش میگن دولت. حالا شما اسم یه چیزی دیگه رو بذار، اشکال نداره. استاندار لازم نیست فدرالیست باشه، استاندار هم میتونین کار کنه. نه خب استاندار جزء همون دولت دیگه، جزء استاندار که آره ولی فرق داره. این چیزی که شما میگی توی فدرالیست با یه استاندار، من میگم این چیزایی که شما میخواین توی کشور غیر فدرالیست هم اینجوری نیست که مثلا اگه سیل بیاد توی کردستان تا وقتی که تو تهران کسی حرف نزنه کسی جواب، بالاخره ما تو کشور غیر استاندار غیر فدرالیست هم ما یه شهردار و استاندار اینا رو داریم که بعد بفهم. الان بلژیک یک کشور فدرالیه، ملی جغرافیایی هم هست، یعنی بر اساس جغرافیای زبانی این تقسیم انجام پذیرفته، ولی استان هم وجود داره، یعنی استاندار هم وجود داره. ببینید شما متناسب با نیازها قانون می نویسید، متناسب با نیازها. اگر دیدیم در جایی بر فرض مثال استان خیلی بزرگه، خب اینو دو تیکش می کنیم، سه تیکش می کنیم. اگر دیدیم نه خیلی کوچیکه، یک سری رو بهش ملحق می کنیم، یک منطقه درست می کنیم. همه یعنی این کارا رو بدون فدرالیستی میتونیم انجام بدیم. من هنوز یک مثال از شما ندیدم که ما یک کاری رو بخوایم بکنیم که بدون فدرالیست، اگه فدرالیست نباشه نتونیم بکنیم. یه مثال الان حق آموزش به زبان مادری، من ده ها مثال زدم، شما مثال رو نمیشنوید. خب همش همین میشه، فقط همین مادری حق هست یا نیست. آها خب فقط پس همیشه فقط همین میشه. خب باشه، یعنی من میدونم همیشه به همین میرسه، همیشه به همین میرسه، هیچ چیز دیگه به قضیه بولد بولترین قضیه همینه. یعنی همه هم در مورد همین صحبت میکنن، میگن آموزش به زبان مادره، یعنی همین یه نکته. به غیر از این هیچ چیز دیگه، به غیر از این هیچ مثال دیگه ای ندارن. نه نه نه، اتفاقا من در رابطه با مسئله تقسیم قدرت هم مثال آوردم، کلی مثال آوردم که یک فارس حق نداره در تهران بیاد برای کردستان تعیین بکنه که اونجا چجوری زندگی بشه، اونجا چجوری چاپ بشه. توی یک کشور غیر فدرالیستی هم که استاندار ما، خب من موندم توی یک کشوری که فدرالیست نیست، مثلا توی کشوری که فدرالیست نیستن، یه نفر توی یه استان میاد به استاندار یه استان دیگه میاد میگه که شما چجوری باید استانداری بکنین توی این استان. اینجوری که نیست که، تو کشوری غیر فدرالیست هم. ما در مورد ایران داریم صحبت میکنیم، مشکلات ما اصلا بحث ما مبناش ایرانه و مشکلاتی که در ایران داریم. ها در ایران ما یه مسئله به نام مسئله ملی داریم که کردها ده ها هزار قربانی براش دادن، احتمالاً در یک کشور سکولار دموکراتی دیگه این وجود نداشته باشه. پس در اون کشور سکولار دموکراتی دیگه نمیان که به اینو مسئله بکنه برای خودشون. شما دموکراتی، شما به حاکمیت مردم توسط مردم برای مردم معتقدین، اون مردم متفاوتن. متوجه عرض بنده هستی؟ نه اتفاقا فقط بحث زبانی نیست، بحث مذهبیه، بحث اقتصادیه، بحث امورات داخلیه، همه اینا وجود داره. شما وقتی که تعریفت از فدرالیزم درست نباشه، خب دیگه تموم شد، تا انتها من مثل این دیوار کج میره دیگه، تا سوریان بریم این دیوار کج میره. بنده از فدرالیزم یعنی تقسیم و توزیع قدرت در سطح ایران بین باشندگان و اعضای سازنده ایران. شما اگر این تعریف رو قبول بکنید، چرا باید با حتما با کلمه فدرالیسم مشکل داشته باشید؟